دادخواهی امتداد مبارزه. این عنوان نشستی بود که تعدادی از دانشجویان دانشگاه تورنتو و فعالین سیاسی ساکن تورنتو برگزار کردند. روایت یکی از اعضای خانواده‌های قربانیان پرواز PS752 رو خواهیم شنید. این نشست در دانشگاه تورنتو برگزار شده و تعدادی از کسانی که عزیزانشون توسط جمهوری اسلامی کشته شدن یاد اونها رو اینجا گرامی داشتن. این فرصتی بود که این خانواده‌های دادخواه کنار هم دیگه باشن. میخونن و بعد پیام ویدئوی دکتر محمد رضا سربازایی رو میشنوید. هدف اول مبارزه با فراموشی هست، مبارزه با این که فراموش نکنیم که چه جانهای عزیزی در 44 سال گذشته از اعدامهای مدرسه رفاه بگیریم تا جنبش زن زندگی آزادی توسط حکومت جمهوری اسلامی کشته شدن. در ابتدای برنامه به گروه‌های مختلف قربانی، فارغ از باور سیاسی، فارغ از اختلاف نظرها پرداختیم و امروز هدف ما این بود که به شکل کلی دادخواهی رو مطرح کنیم، روایت خانواده ها رو بشنویم، به ویژه روایت خانواده های جانباختگان جنبش زن زندگی آزادی رو. این روزهای آبان یکی از تلخ‌ترین ماه‌های تاریخ ایران هست، از آبان 98 گرفته تا جنبش زن زندگی آزادی که پارسال داشتیم. در این روزها ده‌ها صدها تن انسان رو، جوانان ایران رو از دست دادیم. برگزاری این جلسه همزمان بود با سالگرد شروع شدن اعتراضات در آبان 98. خانواده هایی که هر کدام عزیزی را در این سالها از دست دادند در این مراسم سخنرانی کردند، اما اگر گریه امانشان می داد. سلامی دادم این تعداد افرادی که اینجا کشته شدند، بیش از 5 نفرشون روی دسته خودم شهید شدند. همین آقا امجد الهیتی گلوله و جمجمه سرش خورده بود دستم زود. دستم زیر سرش بود، نفس های آخرش روی دسته دای من داد، روی دسته من و شهریار. برای اینکه یک صدا بشیم احتیاج نیست که حتما داد دیده باشیم، لازمه که هممون هم صدا برای از پا در آوردن رژیم وحشت و جنایت هم صدا باشیم، هم قدم جلو بریم. صحبت من بیشتر اینه که قبل از اینکه این جنایت گریبانگیر شما بشه، این رژیم کسی عزیزی رو از شما بگیره، بپیوندین به این خیزش. المان‌هایی که در این سالن و در کنار تریبون وجود دارد غم آنها را دوچندان می‌کند. لباس شهریار محمدی از کشته شدگان خیزش سراسری اخیر، خاک مزار برخی کشته شدگان این اعتراضات و آخرین نقاشی امیر جواد اسدزاده که در 28 آبان 1401 در مشهد در حال شعار نویسی توسط نیروهای امنیتی ربوده و سپس جسم بیجانش در خیابان رها می شود. من با اصالتم با لباس کردیم اومدم اینجا، میگم من یک کرد ایرانی هستم و برای ایرانم می جنگم. تا روزی که زنده باشم می جنگم. این مراسم سرشار بود از لحظات تلخ، تلخی که گذر زمان نیز نمی تواند از آن فرو بکاهد. بهرنگ رهبری، خبرنگار آزاد، تورنتو کانادا.